برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرده که برای رسیدگی به بیش از 300 روستای آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان به 603 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. اوچا گفته 171 شهرستان با اولویت بالا و 227 روستای دیگر با اولویت متوسط تعیین شدند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و 17 میلیون نفر در اولویت این سازمان قرار دارند. در پی فرار هزاران نفر مسلمانان روهینگی از میانمار به سمت بنگلادش، در ماه‌های اخیر این کشور کنترل خود را بر مرزهایش افزایش داده است. گفتنی است بیش از 18 هزار روهینگیایی در ماه‌های اخیر در اثر افزایش خشونت‌ها در ایالت راخین از مرزهای بنگلادش با میانمار از این کشور خارج شده و به بنگلادش مهاجرت کردند. پیش از این دولت بنگلادش اعلام کرده بود که به دلیل محدودیت در تأمین منابع این کشور نمیتواند بیش از این پذیرای مهاجران روهینگیایی باشد، لکن ورود مهاجران به این کشور در ماه‌های اخیر دو برابر شده است. دادگاهی در بنگلادش فرایند بازگرداندن شیخ حسینی نخست وزیر سابق این کشور که به دنبال اعتراض‌های گسترده به هند گریخ را آغاز کرده است. دادستان این دادگاه گفت که فرایند قانونی بازگرداندن حسینی به بنگلادش به منظور محاکمه برای بکارگیری خشونت مرگبار پیش از فروپاشی دولت او پس از اعتراض‌های گسترده آغاز شده است. شایان ذکر است حسینه در 5 آگوست در میان اعتراضات استعفا داد و به هند فرار کرد. تظاهرات کنندگان در این روز وارد محل سکونت او شده و شروع به غارت کردند. نیروی دریایی سنگال روز چهارشنبه اعلام کرد که 26 جسد را از قایق حامل مهاجران که در سواحل غرق شده بود پیدا کرده است. به گزارش رادیو تلویزیون سنگال RTC، این قایق چوبی حامل بیش از 100 مهاجر از شهر مبور سنگال بود که تنها پس از 4 کیلومتر 2.5 مایل غرق شد. نیروهای دریایی سنگال در بیانیه گفت که نیروی دریایی پس از اطلاع از این فاجعه عملیات جستجو را با مشارکت 3 یگان دریایی و 1 هواپیمای گشت دریایی آغاز کرد. در دوره نخست وزیری نارندرا مودی که خشونت‌ها علیه مسلمانان هندی افزایش یافته است، گروه موسوم نگهبانان گاوها به این خشونت‌ها دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از نیویورک تایمز، خشونت‌های فرقه‌ای علیه مسلمانان پس از پیروزی نارندرا مودی افزایش یافته است. به عنوان مثال حداقل 12 مورد خشونت از سوی گروه موسوم به نگهبان گاوها ثبت شده است که به بهانه ذبح و قاچاق گاو و یا حتی مشکوک بودن به چنین اقداماتی خشونت‌های خود را علیه مسلمانان اعمال کردند. باستانشناسان یک قلعه 3000 ساله کشف کردند که از پادشاهی باستانی در برابر قبایل مهاجم مردمان دریا که از مناطق نزدیک شرق دریای مدیترانه می آمدند دفاع می کرد. پژوهشگران مجموعه ای از ویرانه های بناهایی از خشت خام را در منطقه شمال غرب مصر کشف کردند، از جمله بقایای سربازخانه های نظامی و انبارهای اسلحه، غذا و تدارکات که متعلق به دوره پادشاهی نوین مصر است که از سال 1550 تا 1070 قبل از میلاد را در بر می گیرد. به گفته پژوهشگران این ساختمان ها به دقت طراحی شده و به 2 گروه یکسان تقسیم شده بودند که با گذرگاهی باریک از هم جدا می شدند.
و نبوغ مهندسان مصر باستان را نشان می‌دهد.